سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگه هنوز عضو این کانال نیستید، از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله کنار اون اولین نفر از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر بشید. شرکت هاکوپیان در بهار سال 1349 توسط سونبات هاکوپیان که یک ایرانی ارمنی تبار بود، با امکانات و سرمایه اندک بنیانگذاری شد و همکنون یکی از بزرگترین شرکت‌های طراحی و تولید پوشاک در ایران است که انواع پوشاک مردانه رو طراحی و تولید می‌کنه. در ادامه به معرفی و زندگی‌نامه بنیانگذار این شرکت پیشگام ایرانی می‌پردازیم. پس تا پایین این ویدیو همراه ما باشید. سونبات هاکوپیان، بنیانگذار شرکت واحد صنعتی پوشاک هاکوپیان، در سال 1323 در تبریز متولد شد و از سال 1335 در دوران نوجوانی وارد حرفه خیاطی شد. او پس از سالها کسب تجربه زیر نظر بهترین خیاطان تبریز و تهران، در سال 1357 با سفر به آلمان دوره‌های آکادمی خیاطی مولر را گذروند. او از سال 1346 با دریافت پروانه دوزندگی مردانه اولین کارگاه تولیدی خودش را راه اندازی کرد و در سال 1349 شرکت واحد صنعتی پوشاک هاکوپیان رو بنیانگذاری کرد و همکنون هم به عنوان مدیر عامل، عضو و رئیس هیئت مدیره در شرکت واحد صنعتی پوشاک هاکوپیان فعالیت میکنه. آقای هاکوپیان به عنوان بنیانگذار تحول در مد و صنعت پوشاک ایران مشهوره. او در اوایل دهه 50 به عنوان طراح و خیاطی جوان نمایش مد زنده‌ای رو برگزار کرد و مدسازی رو در ایران پایه‌گذاری کرد. در همین دهه و در سال 1354 اولین ژورنال مد ایران را به نام هوکرب منتشر کرد. هوکرب نام سردار اشکانی بود که تراژان 13مین فرمانروای روم را کشت تا خسرو اشکانی دوباره به پادشاهی برسد. هاکوپیان بجز دوزندگی لباس‌های مردانه و زنانه‌ای مثل کت و شلوار، پیراهن، جلیقه و دیگر محصولات، از سال 1352 طراحی و دوخت یونیفرم برگزار کنندگان بازی‌های آسیایی در تهران، لباس‌های رسمی اعضای ارکستر سمفونیک تهران، یونیفرم کادر پروازی ایران ایر و فرودگاه‌های مختلف کشور و شرکت‌های مختلف نفتی را در کارنامه خودش داره. او در دهه 80 کارگاه خودش را به واحد صنعتی تبدیل کرد و ضمن تجهیز اون با فناوری روز موجب اشتغالزایی قابل توجهی در این صنعت شد. در زمینه فعالیت‌های آموزشی، هاکوپیان با دانشگاه‌های شریعتی و الزهرا همکاری‌های علمی داشته و به تدوین و تدریس روش‌های نوین مدل‌سازی در پوشاک پرداخته. آقای هاکوپیان مترجم و مؤلف 5 کتاب در زمینه پوشاک بانوان است که به عنوان مرجعی برای هنرجویان این رشته مورد استفاده قرار می‌گیرد. در گامی دیگر، در راستای هویت بخشیدن به هنر طراحی و مدل‌سازی در ایران، با همکاری عده‌ای از اساتید دانشگاه الزهرا، انجمن طراحان لباس و پارچه تشکیل شد و وی به عنوان نخستین رئیس هیئت مدیره آن انجمن انتخاب گردید. در روز بزرگداشت صنعت، معدن و تجارت در سال 94 از سونبات هاکوپیان به عنوان پیشکسوت و کارآفرین برتر صنعت پوشاک کشور توسط معاون اول رئیس جمهور تقدیر و قدردانی گردید. در سال 1394 تولید کنندگان پوشاک به همت هاکوپیان گرد آمدند و ضمن تأسیس انجمن صنایع پوشاک در ایران به منظور ساماندهی امور مرتبط با این صنعت و رفع تنگناهای موجود، به اتفاق آرا او را به عنوان اولین رئیس هیئت مدیره برگزیدند. هاکوپیان در آستانه پنجمین دهه فعالیت خودش برنامه ریزی جهت تحقق اهداف آینده را ادامه می‌دهد. وی معتقد است طراحی لباس یک هنر است. عمده پارچه‌هایی که برای پوشاک هاکوپیان استفاده می‌شود از کشورهای ترکیه، ایتالیا و فرانسه هستند. برند هاکوپیان این روزها به سمت تولیدات سفارشی حرکت کرده، به نحوی که حتی ممکنه از یک مدل پوشاک فقط یک عدد برای فرد سفارش دهنده تهیه شود. کتاب‌های طراحی و برش لباس زنانه به روش مولر، جدول اندازه زنانه و دخترانه، طراحی و برش دامن و شلوار زنانه به روش مولر، طراحی و برش کت و پالتو زنانه به روش مولر، طراحی مدل و برش لباس‌های زنانه و طراحی لباس بچگانه به روش مولر توسط سونبات هاکوپیان و محمد رضا عزتی ترجمه و منتشر شده. هاکوپیان در مطلبی درباره نقش خود به عنوان بنیانگذار شرکت هاکوپیان در مد و صنعت پوشاک کشور گفته: من از نیمه دوم دهه 40 وارد مد و مدسازی شدم
و در اواخر دهه 40 با یک آکادمی مد در اروپا ارتباط برقرار نموده و نشریات آن را به طور مرتب دریافت نمودم. این رابطه تا به امروز ادامه دارد. در اوایل دهه 50 هنر مد و مدسازی به ویژه در پوشاک زنانه از طریق نمایش زنده مد در اماکن عمومی مانند سالن هتل‌ها از کنج خانه‌ها خارج و به میان مردم آمد. در اوایل دهه 50 مدل‌های من به ویژه در رشته مردانه به روی صحنه آمد و در سال 1353 در فستیوال مد برگریز مدل‌های من در طراحی و دوخت اول شد و در پی آن در سال 54 با ارائه مجموعی از مدل‌های زنانه و مردانه گامی در مد لباس ایران برداشتم که تا آن زمان در ایران سابقه نداشت. این گام جدید و بی سابقه اجرای یک نمایش باشکوه و زنده مد برای اولین بار در ایران بود که در هتل کانتیننتال تهران برگزار نمودم. این نخستین بار بود که یک مدساز ایرانی به طور مستقل این نمایش را در چنین سطحی برگزار نموده بود و شاید بتوان گفت که کلمه مدسازی برای اولین بار در ایران بر سر زبانها جاری گردید. این موضوع به طور گسترده توجه رسانه‌های داخلی و خارجی را به خودش جلب کرد و من در گام بعدی با بهره‌گیری از مدل‌های ارائه شده در این نمایش اولین ژورنال رنگی مد ایران رو به نام هوکر در همان سال چاپ و منتشر نمودم. موضوع انتشار این ژورنال و برگزاری نمایش زنده مد تحت پوشش اخبار بین‌المللی قرار گرفت و خبرگزاری رویترز نه تنها این خبر رو به خارج از کشور مخابره نمود، بلکه در مورد چند نمونه از مدل‌های ارائه شده اظهار نظر کرد و از دیدگاه هنری اعلام داشت که بخشی از مدل‌ها الهامی از لباس‌های دهه 1930 اروپا بوده که برای این خبرگزاری بسیار تعجب برانگیز بود که یک طراح ایرانی در آن سالها به تاریخ لباس اروپا نگریسته و حتی از دو مدل از لباس‌های تاریخی ایران الهام گرفته شده بود که مورد توجه ویژه قرار گرفت. با این اقدام رویترز نام هاکوپیان از مرزهای ایران عبور کرد و به شهرت رسید. علی‌رغم جوان بودن خود من و شرکت هاکوپیان در بین مشتریان جایگاه ویژه‌ای به دست آوردیم و من به این نتیجه رسیدم که باید برای آینده یک برنامه بلند مدت طراحی و تنظیم نمایم. این کار هم انجام شد، ولی در سال 57 انقلاب ایران به پیروزی رسید و طبق روال همه انقلاب‌ها تغییرات در تمامی ابعاد به ویژه در بعد فرهنگی به وقوع پیوست و فرهنگ مصرف لباس به طور موقت تغییر کرد و عده‌ای به این باور رسیدند که مد و لباس به شکل آن روز در جامعه جایی نخواهد داشت و از طرف دیگر با شروع جنگ تحمیلی این اندیشه بیش از پیش تقویت گردید، به طوری که در اوایل دهه 60 کارخانه‌های لباس‌دوزی که عمدتاً در اختیار دولت قرار داشتند با تعطیلی مواجه شدند. ولی من با آگاهی از تاریخ انقلاب‌ها به ویژه از جنگ جهانی دوم دریافتم که چگونه بعد از جنگ و تثبیت انقلاب همه چیز به ویژه هنر طراحی به شرایط عادی باز می‌گردد و همچنین تجربه کشورهای اروپایی این پیشنگری مرا محقق نمود. به طور نمونه کشور ایتالیا بعد از جنگ جهانی دوم با چنان سرعتی در این رشته حرکت نمود که پیشرفته ترین کشورهای دنیا در این رشته مانند انگلستان و فرانسه را پشت سر نهاد. با توجه به اعتقاد راسخ ما در پیشرفت این حرفه، برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه های دولتی همکاری های موفقیت آمیزی را انجام دادیم و علی‌رغم محدودیت هایی که برای بخش خصوصی در اون زمان جریان داشت ما از حرکت باز نایستادیم و با ابتکارات بسیار خلاق طرح‌های خود را در نمایشگاه‌های بین‌المللی بازرگانی که در تهران برگزار می‌شد ارائه کردیم و غرفه‌های ما همیشه مورد توجه بازدیدکنندگان داخلی و خارجی قرار می‌گرفت و این امر ما را بیش از پیش به آینده امیدوارتر می‌نمود. تا دهه 70 شرایط برای فعالیت بخش خصوصی همچنان محدود بود و در آن زمان مدرسه عالی سمیه که امروز دانشگاه شریعتی است برای ارتقای سطح علمی خود در رشته الگوسازی و مدسازی از من درخواست همکاری نمود که من آن را پذیرفتم و اولین دوره کلاس‌های ویژه را برای مدرسین آن مدرسه عالی برگزار نموده و از این طریق یک سیستم نوین اروپایی را جایگزین روش‌های کهنه و فرسوده و غیرکارا نمودم و چند ترم هم به تدریس دانشجویان پرداختم. مدتی بعد از دانشگاه الزهرا دعوتی در همین زمینه دریافتم و چند سالی در آن دانشگاه تدریس نموده و همان سیستم نوین اروپایی را از طریق تدوین جزوات تخصصی و حرفه‌ای آموزش دادم که در کل سیستم آموزش عالی در این رشته تحول چشمگیر ایجاد نمود. در پی این تحولات آموزشی در مقطع عالی برای اولین بار رشته مهندسی پوشاک در دانشگاه امیرکبیر دایر شد که بار دیگر از من دعوت به عمل آمد و من نهایت همکاری را انجام داده و به مدت 3 یا 4 ترم در آن دانشگاه به آموزش دانشجویان پرداختم. در دهه 80 که روزنه‌ای برای فعالیت بخش خصوصی گشوده شد، ما گام بی‌سابقه دیگری در مسیر فعالیت‌های گسترده خود برداشتیم
که در سال 81 به نتیجه رسید و شرکت هاکوپیان آخرین تکنولوژی هزاره سوم در طراحی و دوخت که در بسیاری از موارد عصر صنعتی را هم پشت سر گذاشته بود برای اولین بار به ایران آورد و با افتخار تمام این پروژه را در کمتر از 2 ماه نصب و راه اندازی نموده و به بهره برداری رساند. ما با استفاده از نیم قرن تجربه خود در امر طراحی و دوخت با هدف حفظ روح هنری در تولیداتمان، شیوه سنتی در طراحی و دوخت را با این تکنولوژی پیشرفته ترکیب نمودیم که امروزه هموطنان عزیز ما به ویژه خانواده بزرگ هاکوپیان یعنی مشترکین بزرگوار نتیجه آن را مشاهده می‌فرمایند. در دهه 80 ما با انتشار کاتالوگ‌های خود در هر فصل مدل‌های کاملاً خلاق خود را ارائه نمودیم. این حرکت موجب یک جهش عمده در مد و صنعت پوشاک کشور گردید. در گامی دیگر در راستای هویت بخشیدن به هنر طراحی و مدسازی برای اولین بار در ایران با همکاری عده‌ای از اساتید محترم دانشگاه الزهرا انجمن طراحان لباس و پارچه تشکیل گردید و من به عنوان نخستین رئیس هیئت مدیره آن انجمن انتخاب شدم. در بعد هنری با توجه به اصل تنوع طلبی که اکثر مردم جهان به آن گرایش یافته‌اند، هاکوپیان موفق گردیده با آفرینش زیبایی‌های گوناگون پاسخگوی این نیاز همگانی در سطح کشور باشد. من خوشحالم که هرگز از مد به عنوان فریاد و جنجال استفاده نکردم و همیشه وقار و زیبایی را هدف اصلی قرار دادم، چرا که از نظر اجتماعی بر این باور بودم و هستم که جوانان ما با فرهنگ غنی و با وقار بزرگ شدند و نباید دچار هرج و مرج شوند، چرا که امروزه لازمه موفقیت و پیشرفت نزد و آرامش در اندیشه و کار می باشد. از چندین دهه پیش طراحان و مدسازان جهان در مورد فرهنگسازی برای تولید و مصرف کالا به ویژه پوشاک تولید شده از مواد طبیعی مانند پشم، پنبه و ابریشم اقدام نمودند که از یک طرف بهداشت و سلامتی فردی را تضمین می کند و از طرف دیگر در چرخه بازیافت هیچ آسیبی به محیط زیست وارد نمی سازد. ما در راستای حفظ محیط زیست و تغییر فرهنگ مصرف لباس در 3 دهه گذشته کارهای بسیاری انجام دادیم، به طوری که در جامعه ما علارغم مشکلات استفاده از پوشاکی که در آن مواد به کار رفته، توجه عده کثیری از مصرف کنندگان به این سو جلب شده تا آنجایی که امروزه در تولیدات شرکت هاکوپیان بیش از 70% مواد طبیعی مورد استفاده قرار گرفته. حال از ابتدای کار هاکوپیان حدود 4 دهه می‌گذرد و هاکوپیان را می توان به عنوان یک برند فاخر ایرانی برشمرد. این برند در تهیه الیاف خود زبانزد دیگر رقبای ایرانی خود می باشد. اما این باور شرکت هاکوپیان در خصوص تهیه مواد اولیه مرغوب مورد تقدیرهای بسیاری از جمله نخستین دارنده گواهینامه مدیریت کیفیت و بیش از 20 جایزه بین المللی در صنعت پوشاک ایران قرار گرفته. معمولا اسپانسری تیم‌های ورزشی را برندهای تولید پوشاک ورزشی بر عهده می گیرند. اما این بار هاکوپیان در اقدام غیرقابل پیشبینی تولید لباس رسمی تیم ملی فوتبال کشورمان را در رقابت‌های جام جهانی 2018 و رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در سال 2019 بر عهده گرفت. دوخت این لباس‌ها دارای کیفیت بالایی می‌باشد و به گفته طراحان هاکوپیان کت و شلوارهای تیم ملی کاملاً دستدوز می‌باشد. این کت و شلوارها که حسابی بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمان را خوشتیپ کرده بود، حاشیه هایی هم در جام جهانی 2018 به وجود آورده بود. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت میکنید. حتما نظرتون رو در زیر همین ویدیو در قسمت کامنت برای ما بنویسید. یادتون نره که اگه هنوز عضو این کانال نیستید، با زدن دکمه سابسکرایب از زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه. تا دیداری بعد، بدرود.